روزگاری سلطان واژه متفاوتی بود. با اختلاس و کلاهبرداری گره نخورده بود و هر که سلطان بود سری میان سرها داشت و بی‌رقیب بود. روزگاری یک ایران بود و یک سلطان. چقدر خاطر از عشق تو این موی سفیده، بازم دل میشه عاشق، همین هم یه امیده. امروز زاد روز پسری ارمنی است که به زعم بسیاری سلطان جاز ایران است. در این ویدیو کنار ما باشید تا پنجره‌ای باز کنیم به سوی حنجره‌ای به نام ویگن. چه شدن همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن. برای نگاه به آغاز این افسانه باید برویم به 92 سال پیش، به کوچه های خاکی همدان. ویگن در خانواده پر جمعیت متولد شد، خانواده ای که با مرگ پدر خیلی زود بیپناه شد تا ویگن از همان کودکی طعم رنج را مزه مزه ای تلخ کند. کارو برادر ویگن در وصف او میگوید صدایی که امروز او دارد فریاد اشک‌های فرو ریخته دوران کودکی اوست. با تو رفتم، بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم، در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. سال 1333 است و کافه باغ شمیران پاتوقی برای روشنفکران تهرانی است. شهر همچنان چهره نظامی بعد از 28 مرداد را حفظ کرده است. در یک شب تابستانی میان بحث‌های داغ محاکمه مصدق، پسری قد بلند و خوشبر و رو آهنگ مرا ببوس حسن گلنراقی را که آن روزها بسیار همگیر شده بود می‌خواند. برای آخرین بار را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار من گذشته، گذشته ها گذشته. در میان حاضران ترانه سرای معروف ناصر رستگار نژاد مجذوب صدای این جوان خوش صدا می شود. بعد گفتم آقا صدای شما خیلی خوبه اینا، و گفتش که مرسی این صحبت ها. بعد این دوست من دهنشو نگه نداشت، شاید هم اگر او این حرف رو نزده بود امروز ایران ویگنی هم ندیده بود. گفت این دوست من ترانه سراست، آهنگساز و شعر می گوید. گفت چرا یه ترانه برای من نمی سازی؟ همونطوری به شروع. بعد من گفتم صدای تو خیلی خوبه، چرا نه. بعد دیگه یواشوش به اونجا نشستیم، یختیم ساعت 11 است، گفتیم پاشیم بریم، دیر شده اینا. گفت کجا میرین؟ گفتم ما داریم میریم شما. گفت منم میام. وقتی رفتیم اونجا تصادفاً، حالا ما رفتیم رامسر، تصادفاً در رامسر که همیشه بارندگی اینا، مهتاب بسیار قشنگی بود، منم تو شروع کم زمزم کردن و این ترانه مهتاب بود. تا صبح ساعت 8 من بیدار بودم، اینا خوابیده بودن دوتا، من این ساخت بعد گرفتم خوابیده. مهتاب ایمون سه عاشقان، روشنایی آسمان، به واسطه آهنگ مهتاب ایران با صدای ویگن آشنا می شود و آوازه جوان ارمنی در همه جا می پیچد. ویگن که تصویرش هر هفته روی جلد مجلات بود، با دریافت سیل پیشنهادات وارد دنیای سینما می شود و در 38 فیلم به عنوان بازیگر و خواننده نقش آفرینی می کند. بعضی وقتا خیال می کنم اصلا احساسات سرت نمی شود. با امید دیدار. عاشقی عجب دردسری. دهه 40 را میتوان اوج شهرت و محبوبیت ویگن دانست. صدای او به خانه های بسیاری از ایرانیان نفوذ میکند و بر قلب هایشان مینشیند. زن زیبا خوبت در این زمونه بلا، خونه ای بی بلا هرگز نمونه. ای خدا زن گل ماتمه، خار و گل با همه،
سر نامه روان دشمن جونه. برای درک بهتر شهرت ویگن در آن برهه باید به خیابان جمالزاده کوچه نادر پلاک 10 برویم، خانه‌ای که سالها محل سکونت یکی از نظریه پردازان انقلاب ایران بود. در دهه 40 که سالهای پربار ویگنه، بسیاری از این صفحات اصطلاح چند دور یادم رفته ولی به هر حال از این صفحات ویگن تو خونه بود و اگر قرار بود زمزمه مشترکی بین این دو و همخوانی صورت بگیره، عمدتاً حول و حوش ترانه های ویگن بود. در پاییز 45 ویگن ترانه مشهور شاه دوماد را در مراسم ازدواج تختی نیز اجرا می کند که در جراید سر و صدای زیادی به پا می کند. خونچه بیارید، لاله بکارید، خنده برارید، میره به اجل شاد و ما. ابتدای دهه 50 است. با وجود اینکه ویگن بر عریکه ثروت و شهرت تکیه زده است، اما به طور ناگهانی ایران را ترک می کند. مهاجرتی که خواهر ویگن آن را ناشی از دعوای فیزیکی با شاپور غلامرضا برادر شاه می داند. من یه اختلاف خانوادگی بود دلیلش. شما نمیتونم دروغ بگم که من دوست ندارم دروغ بگم. یه دفعه فکر می کردم که چیز سیاسیه، در حالی که نه، اصلا چیز اختلافی بین من و شاه برادر شاه بود که چیز خصوصی بود و یه کینه بی خودی و اینا، یه داستانی داره که من توی البته در آینده که میخوام خاطرات رو بریمستم تمام اینا رو خواهر نوشت. سر اون جرایانات کتکاری و فران اینا شد که حتما لابد قسمت شما شنیدین در متلقو، بعد اینا مردم فکر میکنن که اون باعث شده که من نه، اون باعث نشد، باعثش اختلاف خانوادگی که داشتیم شد. پس از 5 دهه فعالیت هنری، ویگن در حالی که همچنان دلتنگ وطن بود، در آبان 1382 بر اثر بیماری سرطان در شهر لس آنجلس درگذشت. آخ دلم تنگ واسه خونه، خونم وسط شهر ترونه، توی این غربت غم فرابونه، آخ دلم تنگ واسه خونه، توی این غربت غم فرابونه. این ویدیو ادای احترام به اسطوره است که چند نسل بالالایی او خوابیدند، با مهتاب و دل دیوانه او عاشق شدند، با شاه دوماد او ازدواج کردند، با چرا نمی رقصی او رقصیدند و با مرا به بوس او خداحافظی کردند.